یه میان پرده با هم می‌بینیم. این میان پرده در واقع کارهای نمایشی است که در طول سال‌های گذشته به تناوب اینجا ما انجامش دادیم و هر کدوم سوژه زمان خودشو داشته. ولی الان بعد از اینکه سال‌ها گذشته وقتی بهش نگاه می‌کنیم تازگی و تراوت خودشو داره. به دلیل اینکه وقتی یک رژیمی در جا می‌زنه و ساختارش عوض نمیشه، ماهیتش عوض نمیشه، به همین دلیل هر زمانی نگاهی انتقادی به اینها نگاه نو و تازه‌ایه. این برنامه با هم می‌بینیم. برنامه جام جم خوش آمدید. ما برای شما اول برنامه بازم یک شعر قشنگ انتخاب کردیم که البته بچه ها تو خونه اینه دارن یاد میگیرن با هم که بازی میکنن این شعرها رو میخونن. خدمتتون عرض کنم که قبل از این که برنامه هفتگیمون رو در خدمت حاج آقا شروع کنیم، من این شعر زیبا رو برای شما میخونم که روحتون تازه بشه، شما هم اونو در خارج به بچه هاتون یاد بدین که برن برای این بچه هایی که در مدرسه خارجی باشون هم کلاس هم بخونن، اون هم یاد بگیرن، اون هم یاد بگیرن، چون بچه های خارجی باباهاشون ایران رو خوب میشناسن، میدونن ایران کجاست، به خصوص اونهایی که در کشورهای آمریکا و انگلیس و فرانسه زندگی میکنن، خیلی سال اینا باباشون ایرانو میشناسن. البته حاجاهای ما هم خوب میشناسن. بعضیا میگفتن که اینها حتی به حاجاهای ما درس میدن، ولی من اعتقاد دارم که حاجاها هم خودش میدونه، حاجاهای ما خودشون به شیطون هم درس میدن. این حاجاها از هیچ کس درس نمیگیرن. همونجوری که امام و سرور ما فرموده بودن انقلاب خون میخواهد، و چه بهتر که حالا که قرار است برای آبیاری این انقلاب خونهای خودمون را نثار کنیم، خب از اهل بیت حکومت که کسی نباید بکنه، که این بزرگ مردان که اندازه کافی وقتشون صرف مسائل دیگه میشه، پس این وظیفه امت همیشه در صحنه و حزب الله است، چه در خارج چه در ایران، که بیان و درخت انقلاب رو آبیاری بکنن. انشالله که این درخت انقدر آبیاری و آب لمبو بشه که واقعا از هر شاخش تلپ تلپ قطره های گلگون خون ببارد. شما داداش من، برادر من، نگرانی از اون طرفی ها نداشته باش. نداشته باشیم. نه چه خواهد از اون افرادی که اون رفتن از این کشور بیرون، نگرانی ازشون نداشته باش. دوتاشون با هم چف نیستن. دوتاشون با هم چف نیستن. یعنی ما هر چی دلمون بخواد بفهمیم از اونجا از خود اینا میفهمیم. روزی بی نداره. سالی میدونی چقدرشون میان و برمیگردن؟ چهار تاشون که یا تو جلسه میشینن نفهمیدی؟ فهمیدیم آقا. نفهمیدی؟ چهار تاشون که توی جلسه میشینن، این چهار تا نتونستن با هم دیگه چفشن. الحمدلله. صد هزار مرتبه شکر. خب الحمدلله برنامه امروز ما تموم شد. تا انشالله هفته دیگه باز در محضر حاج آقا از فرمایشات گوهربار ایشون بیشتر استفاده کنید. یه ما شعرم در آخر برنامه حاج آقا نمیخونیم. موفق باشید. گزارش گونه و مصاحبه رو با هم خواهیم دید که در واقع محور کار ایرج جنتی عطایی، یکی از چهره های شاخص ترانه های نوین ایرانه. این که در این مصاحبه شما بخشایی رو خواهید دید که ما با هم حرفایی رو رد و بدل میکنیم، در واقع داریم سنگ بنای آغاز کاری رو میذاریم که از این حالت های تعارف ها و نون قرضدان ها بیایم بیرون و یه مقداری مسائل رو رو در رو و جدی تر مطرح کنیم. البته این آغاز کار ما سعی خواهیم کرد در برنامه‌های مختلف که حتی شاید زمان دیگه بازم با آقای ایرج جنتی عطایی بشیم رو در رو صحبت کنیم، حرفا رو از اون حرفای کلیشه‌ای و در واقع از قبل تعیین شده بیاریم بیرون و مسائلی رو مطرح کنیم که سوالات روز و مبهم جامعه است. به هر حال این گزارش و مصاحبه هم با هم می‌بینیم. Thank you.
بعد از آن دیر آشنایی آمدی خواندی برایم قصه تلخ جدایی ماندم سر در گریبان بی تو در شبهای غمگین بی تو باشد همدم من یاد پیمانهای دیرین آن گل سرخی که دادی در سکوت خانه پژمرد آتش عشق و محبت در خزان سینه افزود آن گل سرخی که دادی در سکوت خانه پژمرد آتش عشق و محبت در خزان سینه افزود که دادی در سکوت خانه پژمرد آتش عشق و محبت در خزان سینه افسرد آن گل سرخی که دادی همونطور که در طول برنامه گفتم نشستی داریم با آقای ایرج جنتی عطایی در واقع ایرج خان رو به نوعی پدر نوین ترانه های ایران می‌نامند چه اتفاقی می‌افته که شما گل سرختون رو ویگن می‌خونه من موقعی که وارد کار ترانه شدم همونطور که به درستی اشاره کردید ویگن یک قدرت تعیین کننده بود و نه تنها فقط به عنوان خواننده بلکه به عنوان آهنگساز و نوازنده گیتار در هر حدی که بود دقیقا چون من یادم اصلا نسل پیش از من و نسل من و بعد از من تصویری که از گیتار داشتن همیشه همراه با ویگن بوده و به هر روی اون نوع خوندن اون نوع لباس پوشیدن اون نوع آهنگ ساختن یا اجرای آهنگ ها باعث شده بود که او تبدیل بشه به نماد و نمود یک نوع ویژه که با کارهای پیرامون فرق میکرد بنابراین خوندن عارف و ویگن ترانه های یک نوجوان 17-18 ساله رو خب باعث شد که هم من کار رو جدی تر بگیرم و هم همکاران به هر روی متوجه بشن که اجازه بدن که من جزوشون باشم و هم مردم و اون باعث شد که تا امروز که اینجا نشستیم در کهنسالگی کماکان در این راه مشغول یاد گرفتن باشم شاید
یه اشاره داشته باشیم به یه مقطعی خاص که به هر حال سال 57 یک اتفاق و دیگرگونی در کشور ما وجود اومد و پس از اندکی شما به در واقع موج حالا به هر حال آنچه که مسلمه میگیم تبعیدی پیوستیم. این سالهای تبعید که نزدیک به 30 سال شد و شمایی که به هر حال اونجا ابزار امکانات برای تولید کارهای بسیار ماندنی تر بود، این سالهای تبعید و غربت رو چگونه دیدین؟ چگونه بررسیش میکنین؟ سالهای اولیه سالهای بسیار سختی بود، برای اینکه جدا از این که به عنوان هنرمند، به عنوان انسان، انسانی که از یک جامعه به جامعه دیگه به اجبار آمده و نه به انتخاب، سخته که ساعت جان و جهانش رو با ساعت ملت میزبان کوچ بکنه. اما به هر روی چون چاره دیگه ای نبوده و آدمی مثل من تبعید رو برای شرکت فعالتر، آزادتر و امنتری برای تغییر اونچه که مجبورش کرده به تبعید بیاد به کار بگیره یا گرفته باشه، تا به امروز ادامه پیدا کرده. یعنی آدمی مثل من در تبعید نیامده نیست و نخواهد بود که به عنوان سنگر امنی تبعید رو پذیرفته باشه. و پایان، من حضورم در تبعید تلاشم بر این بوده که مجال و مهلت و فرصتی باشه برای شرکت فعال و روزمره برای تغییر اون شرایطی که این همه آدم رو وادار به تبعید کرده. حالا اینکه چقدر موفق میشه یک تبعیدی مثل من یا چقدر شکست میخوره، این رو نه من میتونم بگم و نه الان میشه گفت. خب تو این زمینه شاید لازم باشه تو بخش بعدی که اشاره کردیم، همین شما در واقع به مسئله دانشجوها پرداختیم. خب مسئله دانشجو به هر حال امروز یک مسئله سمبولیک شده، به دلیل اینکه نسل جوان، نسل پر انرژی، نسلی که ایدئال ها و آرزوهای بسیاری داره در رژیمی که در واقع گورستان آرزوی جوانان ماست، و شما و جمعی از دوستانتون در واقع به یاری دانشجوها شتافتید. روی این که یکم خودتون صحبت کنید تا من سوالاتم مطرح کنم. اون چه که بر سر دانشجویان ما آمد ناگهان، این سرکوب اوریان چنان دل ما رو به درد آورد، برای اینکه به هر روی تو با دانشجو احساس خویشاوندی میکنی، احساس میکنی فرزندان تو هن، و احساس میکنی که جماعتی قلچماق با تفنگ و سرنیزه و باتوم و پنجه بوکس و پوتین ریختن به جایی که قرار بوده فرزندان ملت در اونجا جمع بشن و آینده اون ملت و اون جغرافیا و اون تاریخ رو بسازن، آینده بهتر از روزگار خودشون رو، فهیمتر، مهربانتر، با انصافتر، عادلتر. و بعد تو میبینی که این هجوم سرکوبگر نیروهای امنیتی رژیم اسلامی چنان تو رو از آینده ناامید میتونه بکنه که مستحصل میشی که از حضور خود در جهان آرام آرام احساس شرم میکنی. اینه که ما فکر کردم که با فراخانی خواهش بکنم که این پدیده یک رخداد اجتماعی است، یک معضل اجتماعی است، و ما به عنوان آحاد و افراد اجتماع می باید به این مسئله به عنوان یک پدیده اجتماعی برخورد بکنیم و راجبش هر کاری که بلدیم و میتونیم انجام بدیم. این تنهای واقعه سیاسی نیست، این تنهای واقعه استراتژیک یا جابجایی قدرت نیست، این
یک معضل اجتماعی زن ستیزی، معضل اجتماعی شکنجه، اعدام معضل اجتماعی است و ما به عنوان کاربرزان هنر و فرهنگ مسئلمونه، موضوعمونه. و خوشبختانه فراخوان با استقبال بسیار خوبی مواجه شد، بسیار بیشتر از اون چه که توقع میشد داشت یا پیش بینی میشد کرد. خب اگه موافق باشیم بریم بخشی از این برنامه دی که 13 مارس برگزار شد و شما و جمعی از همراهانتون در شرکت داشتیم ببینیم و برگردیم دوباره مصاحبه رو با هم ادامه بدیم. هر شما باعث افتخار من هستش که من هم عضوی از این مجموعه‌ای هستم که در یک راستای ملی دور هم جمع شدیم. من هم خوشحالم که ذره قطره از این حرکت میتونم باشم که حمایت از دانشجویان مبارز و دانشجویان دربندمون باشم. امیدوارم این حرکت ها، این گردمایی ها، این همبستگی هامون بتونه یک راه کاری رو به وجود بیاره، یک راه گشایی باشه برای بر کنار هم بودن. ما 28 سال تجربه کردیم، از هم انتقاد کردیم، همدیگر رو تأیید کردیم، از هم تعریف کردیم، ولی از دیدگاه من که هممون به آزادی بیان، آزادی اندیشه اعتقاد داریم، هنوز در یک نقطه‌ای داریم تجربه میکنیم. امیدوارم اون نقطه رو، به اون نقطه هرچه زودتر دست پیدا کنیم، به عقاید همدیگه احترام بذاریم، همدیگر رو قبول کنیم، همدیگر رو تخته نکنیم، بتونیم مثل جامعه جوامع مترقی زیر یک چتر با عقاید مختلف، با تفکرهای مختلف، با مذاهب مختلف، با عقاید مختلف همدیگر رو بپذیریم و در کنار هم باشیم. چرا که دشمنان ملت و سرزمینمون همیشه از این نقطه تونستن نقطه ضعف یک ملت رو شناسایی کنند و نفوذ کنند و تفرقه بندازند. یاور از راه رسیده با من از ایران بکن، از فلات قوت بر در خون مسیاران بکن. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. وطن پرنده پرنده وطن فرات شهید و شد، وطن پاک و سرخ و وطن پران زندانی، وطن رسیده ویرانی، ستاره ها اقدام ظلمات. به خاک اگرچه میریزد سهر، دوباره برمیخیزد به خاک که مبارد بخاند این قبیله قربانی گل سرود شکسته. بگو که بخون به سرای این پشمی زندانی مرد آخر رسنه.
بر خانه های سوت را از چراغ روشن عشق سیه پوشان بگو پرسه یأس است در آواز این پتیارگان از زمین از زندگی از عشق از انسان بگو سوختم آتش گرفتم از رفیق نارفیق از قریب آشنا یاران هم پیمان بگو بودشخی ما اگر شکنجه اگر بندست و شلاق و خنجر اگر مسلسل و انگشتر با ما تبارک بدایی با ما غرور و رهایی به نام آهن و گندم اینک ترانه آزادی اینک سرودن مردم زجه نامآوران زخمی به خاموشی نزد زجه نامآوران زخمی به خاموشی نزد از خروش نعره انبوه گمنامان بگو قصه های پهلوانان قهر ویرانگر نداشت از غم و خشم جهان ساز تهی دستان بگو با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ از گل سرخی که میروید در این گلدان بگو امروز ما امروز فریاد فردای ما روز بزرگ میاد بگو که دوباره میخوانم با تمامی یارانم گل سرود شکستم را بگو که به خون می سرایم دوباره با دل و جانم حرف آخر رستم را بگو به ایران بگو به ایران Yeah!
شاید لازم باشه من یه توضیح اینجا برای کلیه شما عزیزانی که برنامه‌های ما رو می‌بینید یا مجله رنگارنگ رو می‌خونید من بدم. یک نکته مبهمی در جامعه ما وجود اومده و مارکو انگ‌هایی در